خب سلام خدمت همه دوستان، بریم و با هم تو این جلسه تیلوین رو نصب کنیم. داکیومنت تیلوین یک داکیومنت قویه و حتما از این داکیومنت استفاده کنید. با آدرس tailwindcss.com وارد قسمت داکس بشید و اولین صفحه که برای شما باز میشه صفحه آموزش نصب تیلوین است. اینجا ما 4 تا روش رو میبینیم که 3 تا از اونها رو ما تو این جلسه آموزش میدیم و در جلسه بعدی در مورد فریم ورک ها با هم صحبت میکنیم و حالا در مورد فریم ورک ریاکت و احتمالاً در مورد فریم ورک Next.js با هم صحبت میکنیم که تیلوین رو چطور درش نصب کنیم. خب روش اولی که قرار استفاده بکنیم استفاده از روش CDN، ساده ترین روش برای استفاده از تیلوین استفاده از روش CDN است. خب من اینجا یه دونه فایل دارم، یک فایل HTML دارم و قراره که بیام و یک کلاس تیلوین استفاده بکنم. اول از همه یه دونه H1 می‌نویسم و برای استفاده از کلاس‌های تیلوین ما کافیه که مثل بوتستراپ کلاس رو بنویسیم و حالا اون کلاسی که میخواییم رو بهش بدیم. مثلا من اینجا یک بک‌گراند کالر قرمز میخوام و اگه 700 هم بهش میدم، حالا فرقی که با بوتستراپ داره، اگر کار کردید بوتستراپ دیگه این 700 اینا رو نداشت، اما تیلوین داره رنگ‌هاش و از 900 شروع میشه فکر میکنم تا 100 و هرچی که این عدد کمتر باشه کم رنگ‌تر میشه. خب من 700 بهش میدم و یه دونه متن مینویسم فراله و میام این رو اجرا میکنم. میبینید که هیچ رنگ و هیچ بک‌گراندی برای من اعمال نشد. برای اینکه اعمال بشه کافیه که بیام این خط کد رو من کپی بکنم و داخل تگ هد قرار بدم به این صورت. الان اگر من این رو اجرا بکنم میبینید که برای من اجرا شد. یه تفاوت دیگه هم کرد. خوب دقت کنید، بک‌گراند برای من عوض شد اما یه تفاوت دیگه هم کرد. تفاوتش همین بود که دیگه فرالرنی که من با H1 نوشتم دیگه H1 نیست و ظاهرش خیلی معمولی شد، انگار با تگ پی نوشتم اون رو. دلیلش رو من جلوتر بهتون میگم، اما امیدوارم جلسه و ویدیوی تفاوت CSS Reset و CSS Normalize رو دیده باشید. اگر ندیدید من الان لینکش رو براتون قرار میدم، اون رو حتما ببینید که CSS Reset دقیقاً چی کار میکنه. تیلوین CSS اومده و در واقع از CSS Reset هم استفاده کرد. حالا جلوتر بهترین موضوع رو من بهتون میگم داخل این جلسه. این شد روش اول. خب روش دومی که هست استفاده از تیلوین CLI است. توی جلسه پو سی اس اس من بهتون آموزش دادم که چطوری یک فایل پکیج جیسون رو بسازیم. npm init -y -y هم برای این بود که سوالات رو همینطوری خودش جواب بده. الان برای من یک فایل پکیج جیسون ساخته شد. حالا کافیه که بیام و تیلوین رو نصب کنم طبق مراحلی که به من داده. خیلی ساده است دوستان، واقعا ساده است. خود داکیومنت همه چیز رو آموزش داده و نیاز به حفظ چیزی نیست. فقط کافیه که بیاید اینجا و از اون چیزی که در اختیارتون قرار دادن استفاده کنید. اول از همه من میام و تیلوین رو اینجا نصب میکنم. خب بریم ببینیم که این خط کدی که به ما داده چی میگه. میگه npm install. npm install که مطمئنم میدونید چیه برای نصب تیلوین. npm i یا npm install. و چیزی که میخوایم نصب کنیم تیلوین css. حالا این -d میتونید بذارید و میتونید نذارید، خیلی تفاوتی نمیکنه. یه فلگ دشتیه که باعث میشه اون پکیجی که نصب کردید وارد بخش دیو دپندنسی ها بشه. اگر این فلگ دشتی رو نذارید وارد دپندنسی میشه. یه دیو دپندنسی داریم، یه دپندنسی داریم. یه سرچ کوچیک بزنید تفاوتش رو حتما پیدا میکنید. اگر نه بگید که توی جلسه بعدی من براتون این رو آموزش بدم. خب منتظر میمونیم که نصب بشه برای ما. حالا سرعت اینترنت من خیلی کنده، اگر نه باید این سریعتر نصب بشه. مرحله بعدی که داره گفته که بیایید و یه فایل tailwind.config.js بسازید. برای ساختش هم نیاز نیست حالا به صورت دستی عمل کنیم، همین خط کد رو که بنویسیم خودش برای ما این فایل رو میسازه. خب اینجا میبینید که داخل دیو دپندنسی برای من تیلوین سی اس اس نصب شد. حالا این خط کد رو من مینویسم npx تیلوین CSS init. init که میدونید همون بحث ساختنه و npx هم یه چیز شبیه npm. یه تفاوتهایی داره که اون هم یه سرچ کوچیک بزنید میتونه کمکتون کنه، ولی خب اینها رو من جلوتر همه رو بهتون میگم. الان برای ما یک فایل tailwind.config.js ساخته شد. این فایل رو باز میکنیم و یه همچین ظاهری برای ما داره. این فایل مهمترین فایل داخل تیلوینده و تمام شخصی سازی ها، تمام آدرس ها، تمام تم ها، تمام رنگ ها، هر چیزی که بخوایم تعریف کنیم رو داخل این فایل قرار میدیم. بریم ببینیم مرحله بعدی چی گفته. مرحله بعدی اومده اینجا گفته داخل کانتنت شما آدرس
اون فایلی رو بده به ما که میخوای داخلش کلاس های تیلوین رو استفاده بکنیم. من داخل کدوم از فایل ها میخوام بیام و تیلوین رو استفاده کنم؟ داخل index.html. کلاس های تیلوین رو میخوام داخل فایل index.html من بسازم. پس میام اینجا آدرس رو میدم. یه سینگل کوتیشن یا دبل کوتیشن تفاوتی نمیکنه. این رو من مینویسم و میام آدرس اون فایلی که دارم رو بهش میدم. مطمئنم آدرس دی رو بلدید. میگم که داخل همین فولدر و برو index.html رو برای من پیدا بکن و اعمال کن. خب حالا سوال پیش میاد، اگر من دو تا فایل HTML داشتم چی کار کنم؟ یه کاما دوباره به هم میزنم. آدرس فایل بعدی تو هم میدی. خب الان این مرحله هم انجام شد. بریم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدی میگه شما یه فایل CSS باید داشته باشه که این سه تا خط کد رو داخلش کپی بکنی. اوکی، میریم یه فایل CSS میسازیم به نام استایل و میایم این سه تا خط کد رو داخلش قرار میدیم. این سه تا خط کد همونطور که از ظاهرش مشخصه مربوط به تیلویند، بیس، کامپوننتس و یوتیلیتیز. در مورد بیس باید بهتون بگم، اینجا دیدید که من گفتم زمانی که من اومدم و این رو اجرا کردم H1 خاصیت خودش رو از دست داد و حالت ریست گرفت. یعنی دیگه H1 من استایل هایی که داشت دیگه نداره الان. استایل های پیش فرض مثل فونت سایز، مثل فونت فیت، مثل مارجین الان دیگه اون رو نداره. این برمیگرده به همین خاصیت بیس و اگر ما این بیس رو نذاریم اون بحث ریست CSS اتفاق نمیفته. یه بحث دیگه داریم به نام کامپوننت که حالا خود تیلوین سری کامپوننت ها داره که این مربوط میشه به اون کامپوننت ها و البته کامپوننت هایی که خودتون بسازید. فعلا این مد نظر ما نیست و یوتیلیتیز هم اون کلاس هایی که شما میاید و اینجا مینویسید. اگر این خط کد رو شما کجا رفت؟ اینجا. اگر این خط کد رو شما نذارید اون کلاس هایی که مینویسید اعمال نمیشه. خب بریم سراغ مرحله بعدی و اینجا میگه که شما بیا این دستور رو برای من داخل ترمینالت بنویس. این دستور چی کار میکنه؟ بیایم با هم بررسی کنیم. mpx tailwind css dash i. این dash i حالت اینپوت، حالت ورودی، میگه آدرس فایل css رو به من بده هر جا که هست و dash o یا output من یه خروجی به تو میدم. حالا خروجی رو هر جا میخوای ذخیره کن با هر اسمی و این خروجی که به تو میدم خروجی ذخیره شده یه که ترکیب شده با tailwind. اوکی، شاید یه مقدار الان متوجه نشدید، من این رو بنویسم کاملا متوجه میشید. اینجا من این رو کپی میکنم و اینجا مینویسم. خب به این صورت اجازه بدید. اینجا گفتم که در حالت فلگ داش آی میگه آدرس اون فایل سی اس اسی که داری رو و در واقع اینا رو نوشتی بیا و به من بده. فایل سی اس اسی که من دارم کجاست؟ استایل سی اس اس تو همون روت پروژه من، style.css. به این صورت من اومدم و این رو دادم. حالا میگه اون خروجی که میخوای داخل پوست سی اس اس دیدید دیگه یه فایل خروجی برای ما تولید میشه. حالا میگه اون میاد حالا داخل فولدر دیست و یه فایل به نام output css برای ما درست میکنه. حالا اینو خودمون ما میتونیم تغییر بدیم، یعنی اصلا نیازی نیست که حتما اسمش output باشه، میتونیم اسمش رو بذاریم استایل، تفاوتی نمیکنه این موضوع. output و این رو من وارد میکنم، منتظر میمونیم تا اجرا بشه. الان اگر من اینجا رو بزنم میبینید یه فولدر دیس برای من درست کرد و یه فولدر output.css. بریم با هم این رو بررسی بکنیم. تعداد خط کد 500 تا تقریبا داره و باور کنید توی تیلوین ورژن 2 این تعداد خط کد ها خیلی زیاد بود، حتی تا 20000 میرفت. اما الان این اوضاع خیلی بهتر شده. اینجا میبینید اون کلاس که ما نوشتیم اومده و اینجا اعمال شده داخل output css. الان اگر بیام و این اسکریپتی که نوشتم رو پاک بکنم ببینید برای ما اجرا میشه یا نمیشه. اجرا نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فایل css خروجی رو ما لینک نکردیم. حالا کافیه که بیام اون رو لینک بکنیم. rel style sheet و href میگه برو داخل folder dist و output css رو برای ما اجرا. حالا اگه من رفرش بزنم میبینید که برای ما اجرا میشه. خب دو تا مبحث بهتون گفتم. گفتم یکی تیلوین بیس، من رو کامنت میکنم و یه رفرش میزنم، دیدید که اون ریست سی اس اس از بین رفت. اینجا دیگه فرالر هم مارجین گرفته، هم فونت سایز گرفته و هم فونت ویت گرفته. این رو از کامنتی در میارم و یوتیلیتیز رو کامنت میکنم. اینجا میبینید که دیگه رنگ برای من اعمال نمیشه و پس در واقع این خیلی مهمه که ما اینها رو قرار بدیم در پروژه.
ببینیم نکته دیگه مونده یا نه. نه نکته دیگه نمونده. و یه نکته بهتون بگم فقط، استفاده از CDN ها کار درستی نیست. دلیلش هم اینه که با استفاده از CDN ها ما یک سری محدودیت ها داریم. حالا داخل ورژن 2 این محدودیت ها بیشتر بود، اما داخل ورژن 3 کمتر شد، ولی بازم محدودیت هست. پس زمانی که شما اسکیل پروژهتون بزرگ بشه یا بخواید از تمام قابلیت های تیلوین استفاده بکنید، نباید از روش CDN تیلوین رو نصب بکنید، باید از روش همین تیلوین CLI استفاده بکنید. اما اگر پروژهتون کوچیکه و حالا میخواید یه سری از کلاس های تیلوین رو، حالا این کلاس های تیلوین رو شما بیاید و استفاده بکنید و تمرین بکنید، در واقع همین CDN برای شما کافیه و پاسخگوی اون هدفی که دارید هست. حالا من اینترنتم قطع شد، یه لحظه پاز بکنم و اینترنتم رو وصل بکنم تا بریم سراغ یوزینگ پست سی اس اس. خب برای استفاده از پست سی اس اس کاملا شبیه تیلوین سی ال آی باید رفتار کنیم و تمام مراحل همونه، فقط دو تا چیز اضافه شده. یکی نصب خود پست سی اس اس در کنار تیلوین سی اس اس و حالا نصب اون پلاگینی که ما می‌خوایم، مثلا میتونه اتو پریفیکسر باشه یا بقیه پلاگین هایی که من بهتون آموزش دادم. اما این پست سی اس اس ضروریه، ولی خب این ضروری نیست قاعدتا. و تفاوت دیگه که داره، داخل در واقع ما یه فایل postcss.config درست میکنیم، .config.js، و هم تیلوین CSS رو داخل پلاگیناش قرار میدیم و حالا هم پلاگینای دیگه‌ای که بخوایم استفاده کنیم مثل اوتو پرفیکس. و همین، یعنی تفاوتی که داشت همینه و دیگه. حالا یه تفاوت دیگه هم داره که نحوه اجراشه، که اجراش هم خیلی فعلا مد نظر ما نیست. از همین روش فعلا اگر از ریاکت یا نیکس یا ویو یا امثال اینها استفاده نمی کنید و از HTML خام و CSS استفاده می کنید، همین برای شما کفایت می کنه. خب نکته دیگه ای فکر نمی کنم مونده باشه، یه مرور بکنیم. سه تا روش بود تو این جلسه، یکی استفاده از تیلوین CLI، یکی پست CSS و یکی از CDN ها. CDN ها از همه راحت تر بود، اما گفتم محدودیت هایی داره و منطقی نیست ازش استفاده کنیم. برای تیلوین CLI هم کافی بود که ما یه دونه در واقع پکیج JSON بسازیم با npm init، تیلوین CSS رو با استفاده از این دستور نصب کنیم، یه فایل tailwind.config.js درست کنیم و آدرس رو بدیم و این ستا رو اضافه کنیم و پروژه رو اجرا بکنیم. خب امیدوارم که متوجه این جلسه به صورت کامل شده باشید و موفق باشید و خدا نگهدار.